محورهای مواصلاتی شرقی غربی ما که از تهران به سمت غرب کشور ما میری و از تهران به سمت شمال کشور میری، این راه مسیر عبوری شهر کرج و خود استان البرز پرترافیک ترین محور عبوری در کشوره. یعنی ما در ساعتهای در ایام هفته ایام خاصی از سال داریم که واقعا ترافیک هم اذیت میکرد مردم اینجا رو و هم بالاخره ساعتهای طولانی مردم باید معطل میشدن. یکی از پروژه‌هایی که در گذشته تعریف شد توسط شورای شهر و شهرداری خود کرج همین پروژه کنارگذر شمالی کرج بود که به نوعی دسترسی شرقی غربی ما رو تسهیل میکنه و گره ترافیکی رو که ما با در منطقه کرج داریم آقای رئیس جمهور فقط زیادی حل میکنه. یعنی این استانهایی که به سمت غرب میرن و جنوب غرب و استانهایی که به سمت شمال یعنی خود استان گیلان به طور خاص و مازندران و سایر استانهای شمال غربی کشور از این محور عبور میکنن. یعنی فارغ از اینکه اثر این کنارگذر، حالا اسمش معمولا کنارگذر میگه، نمیخوام از اهمیت پروژه کم بشه، واقعا یک راه اصلی عبوری برای کشور خواهد شد به این دلیلی که عرض کردم. خب شهرداری کرج و شورای شهر کرج در گذشته همت زیادی به خرج داد با پیگیری که هم نمایندگان محترم داشتن، سه نماینده زحمتکش این استان و هم استاندار محترم خیلی پیگیر بود. ما چند ماه قبل ادامه پروژه رو اومدیم در دولت و عنایت به شما مصوب شد که پروژه مشارکتی 50% دیگه من بعد از این جلو بره، از محورهای مختلف پروژه بازدید به عمل اومد. یه بخشی از حوزه مولدسازی قرار شد براشون تأمین انجام بشه. ما حدوداً 7000 میلیارد تومان دیگه برای اتمام این پلی که ملاحظه می‌کنید پیشرفت خیلی خوبی پیمانکار داشته، ازش من تشکر کردم. و سایر قطعات دیگه پروژه ما حدود 7000 میلیارد تومان دیگه نیاز داریم و قرار شد به صورت مشارکتی با وزارت راه و خود شهرداری کرج این عدد تنظیم بشه. ما هم یک بخشی از منابع از محل مولدسازی اینجا در اختیار پروژه خواهیم گذاشت و با قولی که پیمانکار محترم دادن بتونیم به فضل خدا سال آینده دهه مبارک فش کل محور رو تموم کنیم.